بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. طلع البدر علينا بثنيات يا دهى وجب الشكر علينا مدعا لله دانا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وقتی که یک قصه را پیغمبر علیه السلام از زبان ابو طلحه میشنود، میگه ابو طلحه تمام شب خدا به حال تو و خانیم خنده میکرد. تمام شب خدا به حال تو و خانیم خنده میکرد. دستای مبارک بالا میکنند، میگه پروردگارا به ابو طلحه اولاد صالح زیاد نصیب بکن. همی بود که خداوند به برکت دعای پیغمبر علیه الصلاه و السلام به حضرت ابو طلحه بهترین اولادها که همه علما و مجاهدین برش نصیب میکنه. یک زن وقتی که او صبر میفهمه، او میفهمه که الله به چی راضی میشود، نه تنها صبر بلکه رضای خداوند پیش روش. خدایا تو راضی هستی یا خیر؟ وقتی که از رای طایف پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگردد، چقدر اذیت میشود طایف. استاد نشد بگه که به خاطر دینی تو چی شد، به خاطر دینی تو بالای ما چقدر مشکلات آمد. نه خیر، میگه پروردگارا حتی اذیتی که پیغمبر شد صلی الله علیه و سلم به ملائکه ها قابل قبول نبود، به ملائکه های خداوند قابل قبول نبود که آمدم به خدمت پیغمبر که اگر اجازه باشه هر دو کوی طایف و مکه را یک جا میکنیم که همه از این تباه و برباد شود. ولی رسول پاک صلی الله علیه و سلم و رحمت للعالمین میفرماید نه خیر، لعل الله یخرج من اصلابهم قوما یوحدون الله، روزی شود که از نسل این مردم امتی را خداوند بیرون بکند که پرچم توحید بلند بکند. امو تورم شد و چی میگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ میگه خدایا من راضیست با آن تکلیف و مشقتی که بخاطر دین به من رسید، پروردگارا من راضی استم، مهم امیست که تو راضی باشی. مفهوم دعای پیغمبر، اگر تو راضی باشی در راه تو هر آنچه که به من میرسد، هر آن تکلیف و اذیتی که میرسد قابل فخر است، من شکایت ندارم، ولی تو راضی باش. دوستای عزیز، اینجا بسیار یک نکته مهم است که الله زود راضی میشود. ذاتی غفور و رحیم است، به یک سجده راضی می شود. تمام عمر به گناه تر کردی، تمام عمر به اخلاص وضو کردی و استاد شدی، اشکت می باره، درو کرد نماز خواندی، دستای خود را بلند می کنی، میگی که بردر آمد بنده بگریخته، آبروی خود به عشان ریخته، مغفرت دارد امید از لطف تو، زان که خود فرموده ای لا تقنطوا، بحر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود، نفس شیطان زد کریما راهی ما،
رحمتت باشد شفاعت خواهی ما. چشمی دارم از گناه پاکم کنی پیش از آن کان در لحد خاکم کنی. خداوند میگه بخشیدمت، بخشیدمت اگر با وزن زمین با پشت خود گناه گرفته و حرکت بکنی، با وزن زمین به طرف تو رحمت خود از ذوق میدم. دوستای نهایت عزیز، الله راضی میشود، اما تو چی وقت راضی میشه؟ گب سریح ما و خودت هست. تو چی وقت راضی میشه؟ ما و خودت مطلب آشنا هستیم. اگر خواسته ها من براورده شد، الحمدلله شکر، الحمدلله شکر. میخواستم که در امتحان اول نمره شوم، اول نمره شدم. و در این تجارت الحمدلله شکر خیلی کمایی شد، خیلی چیزا بده سامن. در انتخابات وکیل صاحب شدم، در کابینه وزیر صاحب شدم، در ولایت والی صاحب شدم، الحمدلله شکر. اگر نشود هیچ، چقدر نماز خواندم، چقدر دعا کردم که مدد پانزه تیب کامیاب شد در کانکور، و چقدر عبادت کردیم، چقدر پول دادم به مردم که ملا به من دعا کنه که ما وزیر شوم یا وکیل شوم. نشود. تو بندگی تو دیگران به شرطی مزد مکن که دوست خود روشی بنده پروری داند. تو به خاطر از اینکه دوستش داری بپردش، او میفهمه، او میدانه که به چه قسم به تو برخورد بکنه. مطلب آشنا نباش. قرآن صراحت دارد، و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم خداوند را میپرستند علی حرف، به یک طرف. یک طرف چی معنی؟ به اصطلاح ما و شما به مطلب آشنایی. فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر خیری برشان میرسه مطمئن است، شکر الحمدلله شد، بلی کارمان شد. و این اصابته فتنه انقلب على وجهه، اگر مقصد به دست نیامد دوباره برمیگردم. متاسفانه نمیفهم چند فیصد ایگب یقین داره که یکی از وکلای محترم مسجد را فرش کرد به خاطر از اینکه مردم برش رای بودن. وقتی که رای نگرفت رفت دروازه مسجد تک تک کرد تو مردم فرشی مرا بکشین. وقتی که ما با خدا اینطور معامله بکنیم و توقع داشته باشیم که خداوند با ما معامله خوب بکنه، تو به خاطر خداوند. و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی از مردم خداوند را میپرستد به یک طرف، به یک طرف ایستاده میبینم. فإن اصابه خير اطمأن به، اگر خیری برش میرسه و مقصد به دستش میآید مطمئن. و این اصابته فتنه انقلب على وجهه، و اگر برعکس قضیه شد ناکام شد، انقلب غضب على وجهه، دوباره برمیگردد به حالت بدبختی خود. قرآن میگه خسر الدنیا والآخره، دنیا را از دست داد و آخرت هم از دست داد. دوستای عزیز، برابر اولاد، صبر شریک تجارت با شریک تجارت، صبر برادر مسلمان در برابر برادر مسلمان، حتی در رانندگی، حتی در رفتن در راه، حتی در نماز و عبادت، حتی در مصیبت. دوستای نهایت عزیز، بهترین صفتی که در یک انسان خداوند نصیب بکنه به او صبر است. بناء میگه که الصبر مفتاح الفرج، الصبر مفتاح الفرج، صبر کلید همه کامیابی هاست، کلید همه خوشی هاست، صبر کلید همه خوشی هاست. و خداوند صفت به ما و شما نصیب بکنند. دوستان نهایت عزیز، شبای آخر رمضان شبای آزادی و براءت از آتش دوزخ است. در دهه اول روزای رحمت بود، اگر در رحمت کمی شده باشه پروردگارا او کمی را خودت جبران بکن. دهی دوم مقصرت بود، اگر نتوانسته باشیم که امو نمرات کامیابی را گرفته باشیم پروردگار امو تو مفت کامیاب باشیم. دهی آخر دهی شهادت نامه است،
امکان داره پروردگارا، امکان داره که در دهی اولم نقصی داشته باشیم، در دهی دومم نتانسته باشیم که به او هدف برسیم. رب العالمین از پیش شهادت نامه کامیابی میخواهیم. الهی نصیب بکن پروردگار. به همین جهت دوستای عزیز، شب قدر در آخر رمضان آمد. در آخر رمضان اعتکاف سنت شد تا جبران شود گذشته. دوستای نهایت عزیز، شب قدر که در قرآن پاک سوره است به نام القدر، قدر به معنای شان بلند، منزلت و جایگاه بسیار بلند. این سوره را خداوند در شأن نزولش مفسرین می فرمایند که روزی پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم از امتهای گذشته صحبت کرد که عمرهایشان دراز بود، در راه خداوند جهاد زیاد می کردن، و از یک شخصی که در راه خداوند 1000 ماه جهاد کرد، چون عصر ما به عصر صحابه فرق می کند. اونا وقتی که می شنویدن که یک کسی در دین سبقت کرده است، کوشش می کردن که ایم در دین سبقت کنند. ولی امروز مسابقه و رقابت ما و خودت در پول و پیسه و دلار و چوکی است. رقابتی از اونها در دین بود، متاسفانه رقابتی ما و خود در دیگه چیز است. اینجا است که صحابه کرام آرزو کردند که کاش یا رسول الله و ما همچنین یک فرصتی میسر میشد که ما همین ثواب کمایی میکردیم. خداوند به خاطر جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم و قدر و منزلت امت محمدی جایزه بزرگی را به ای امت نصیب فرمود. او عبارت است از شب قدر. خداوند جل جلاله آیه سوره مبارکه را نازل کرد، انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن را در شب قدر ما نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلت القدر، چه چیز دانان تو را که لیلت القدر چیز، شب قدر چیز؟ قرآن خود جواب میکند، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر که عبادت آن از عبادت 1000 سال 1000 ماه بیشتر است. در این شب چی رخ دادی؟ چه حوادثی است دوستای عزیز؟ قرآن، تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. جبرئیل یمین به جز به انبیا با کسی دیگر نازل نشده و نازل نمیشه. درست است که در باره حضرت عیسی به خاطر حفاظتش و همچنین به حضرت مریم قسمی که مفسرین میگن که جبرئیل آمدن، اما آن قدر تو به برکت این شب منزله و قدر بلند میشه و جایگاهی به نزد پروردگار بلند میشود که جبرئیل با گروهی از فرشتگان می آیند و به تو سلام می کنند. حضرت انس می فرماید، اذا کان لیلة القدر نزل جبرئیل مع کبکبة من الملائکه و یصلون علی کل، ببینید، و یصلون علی کل مسلم قائم او قاعد یذکر الله. با یک گروهی از ملائکه جبرئیل یمین نازل می شود ای شب و درود میفرستند، سلام میکنند بر هر بنده مؤمنی که سرگرم عبادت خداوند است. دوستای عزیز، از این که فکر کنم سعادتی بزرگ بسیار مشکل است که به دست بیاید که خداوند جل ذکره به ما و شما نصیب کرده است. در شبای 21 احتمال شبی 23 احتمال شبی قدر، شب 25 احتمال شب قدر، شب 27 احتمال شب قدر، شب 29 در شبای تاب. اما حضرت عبید بن کعب رضی الله تعالی عنه می فرماید که احتمال بیشتر و بیشتر در شب 27 است. حضرت عبید بن کعب رضی الله تعالی عنه که جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم شنیدم
که شب 27 پرسیدم که یا رسول الله علامه کسی که شب قدر میبیند کدام علامه ده او هست و یا خیر و یا شبی که قدر میباشد در روزی از او کدام علامه است؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودن که روز 27 آفتاب شعایش کم میباشد، آفتاب شعایش خیلی کم میباشد. این علامه این است که انشاءالله شب 27 شب قدر است. دوستای عزیز، سوالایی که اینجا مطرح می شود، آیا از اول شب تا آخر شب استاد باشیم؟ این خوب مشکل است. ان الله لا یمل حتى تمل، الله تعالی ملال نمی شود تا به وقتی که تو ملال نشی. خداوند را وقتی که می پرستی باید تر و تازه باشی، دعا میکنی بفهمی که تو چی میگی در دعای خود. اگر تو در خواب باشی و در حالت خواب، پیغمبر علیه السلام میفرماید که عبادت نفلی در حالت خواب نکنی. نشود که بجای اللهم اغفر لی اللهم عذبنی بگوی، بجای اینکه خداوند مرا ببخش بدن شیطان بیاره که خدای مرا عذاب کنه. بلکه در اینجا هدف ایست که تو در تلاش هستی، تحرو لیلة القدر، تلاش بکنیم، تحری بکنیم سری لیلة القدر در شبای تاق، تلاش میکنیم، تلاش به این معنی که به قدر توان تلاوت قرآن میکنیم. اگر خسته میشه سری خدا میمانی بالای بالشتک، یک ساعت راحت میکنیم، دوباره میخیزیم، وضو میگیریم، به نماز ایستاد میشیم، یا تلاوت قرآن میکنیم، یا ذکر خداوند نمیکنی. به هر حال حتی در حالتی که تو یک غریبی بیچاره‌ای که تمام روز زله و خسته بودی و شب خواب بالای غالب آمد و در بالای جای نماز در وقت سجده تو در خواب هستی، جبرئیل در اون حالت هم میاد میگه السلام علیکم. جبرئیل برای تبریکی میده که السلام علیکم. چرا؟ به خاطر از اینکه تو یک انسانی پرکار، زله، خسته، ولی با وجودی زندگی و خستگی در تلاش شب قدر شدی، جای نماز خود انداختی و شروع کردی در نماز خواندن و در وقت نماز خواندن خوابت آمد، در وقت تلاوت قرآن خوابت آمد، قرآن در بری روی دست در خواب هستی، در همون حالت هم شب قدر خداوند نصیبت کرد. دوستای عزیز، حکمت مجهولیت شب قدر چیست؟ چرا شب قدر در یک ساعت مشخصی نبود تا همه جمع می شدیم همون ثواب کمایی می کردیم؟ یک دوم، بعضی اطور در مابین مردم خصوصا طبقه ای که یکمکی از تعلیمات شرعی دور هستن اتو عقیده است تقریبا که در شب قدر دیگر گونی های رخ می دهد، درخت ها سرچپه می شود، نهرها از شیر پر می شود، این چنین دلایلی وجود دارد و یا خیر؟ بدون شک به ارتباط سوال اول که چرا شب قدر مجهول ماند، این لطف پروردگار است. دوستای نهایت عزیز، یک کسی را دوست می داری و از عربستان سعودی تلفن میکنه که سبا ما حرکت میکنم، تیارت ساعتی چند حرکت میکنه نمیدانم، از شوق و محبت زیاد از ساعت 6 صبح در میدان هوایی کابل میباشی تا ساعت 6 شب. چی میکنه او بیادر دوستم میاید؟ همچنین وقتی که تو تلاش میکنی که انشاءالله این شب امید است که خداوند نمو ساعت نصیب بکنه، دیگه شب انشاءالله امید است که خداوند مساعت نصیب بکند، خدا جل ذکره رحمتی از او در جوش می آید، میگه هر ساعت و هر دقیقه را که به امید شب قدر استاد شدی من نصیبت کردم، شب قدر برد مبارک باشد. چنانچه که یک ساعتی در روز جمعه هست که اگر در او ساعت دعا کنی دعا قبول بشد. یا رسول الله کدام ساعت است؟ او ساعت مجهول است تا بنده مومن در تلاش خیر باشد. ده شب آخر خصوصا در شبای تاق انسان غافل نباشد، استفاده بکند از وقت. در روز جمعه از طلوع صبح تا غروب آفتاب
وقت خود ضایع نکند، دعا بکند، تلاش بکند که خدایا میشه که این می ساعتی که من دعا میکنم امو ساعتی باشد که خداوند جل ذکره در اون ساعت دعا انسان قبول میکند. این از جمله حکمت و فلسفه بندگی است دوستای عزیز، که خداوند جل ذکره ابتلا و آزمایش میکنه که چند فیصد شوق و محبت داری. و الحمدلله ثم الحمدلله که به این شاکر خداوند است، با وجود همه فتنه و بدبختی، با وجود همه رسانه های مبتذل که شب و روز علیه جوان افغان کار میکنند، پول مصرف میشه، ولی جوان افغان از مسجد من کرده نمیتونن انشاءالله. جوانای ما الحمدلله درست است که یک تعداد کمی، وام انشاءالله با امید پروردگار که شما جوانا تلاش بکنین، از دستی برادرکایتان بگیرین و بسیار به شفقت و مهربانی از دستشان بگیرین، کشان کنین به مسجد و بسیار مهربانی. چه قسمی که خداوند شما را هدایت داده است و خداوند روشنتان ساخته است که الحمدلله مساجد ما از جوانامان پر. در سال گذشته در یکی از کشورهای امسایه اگر یادتان باشه اعلان شده بود که زیر تحت سن 18 ساله جوانا به مسجد رفته نمیتونند. حتی رئیس جمهورش شکایت کرده بود از من، به رئیس جمهورم ارتباط گرفته بود که در حق من سخت گفته است. وقتی سفیرش آمد از مسجد وزیر محمد اکبر خان رحمت الله علیه، چهار اطراف من جوانای یا بچه های 10 ساله و 12 ساله و الحمدلله مثل لولو و مرجان واری می درخشند. به برکت این معصومین خداوند دعای ما و شما را قبول می کند. گفتم چقدر زیبنده است، این تفلکار را دیده چقدر زیبنده است و ایده خداست که یار از قرآن و از مسجد منع می کنی. به برکت یا دعای ما قبول می شود. هفتن از جمله هفتنی که در روز قیامت در زیر عرش خداوند است جوانی هست که قلبی از او به مسجد معلق است. تو چی تو میتانه که او تعلقی که به مسجد داره تو او را به مقراض شیطنت و رزالت قطع بکنی؟ نمیتانی. این توفیق خداوند است، لله الحمد. دوستای نهایت عزیز، شکری الله است. بدون شک این خونی هست که در این ایمان آمیخته شده است، خون افغان خونی هست که در این ایمان آمیخته شده است. یکان وقت میگم جلو پوستک تا جمع کو، بی جا مصرف نکو، هزار سال اگر مصرف کنی بخاطر گمراهی این ملت، این دیگر رقم ملت است که آیه قرآن در بارش صدق میکند، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کفار مصرف میکنند تا اینکه مال های گذافر، تا اینکه بندگان خداوند و جوانان را از راه خدا منع کنند. پس ينفقونها مصرف میکنند، دیگه مصرف میکنند و دیگه مصرف میکنند. ثم تكون عليهم حسرتا، بعد از آن درشان حسرت و ندامت است. ثم یغلبون، بعد از آن مغلوب و نابود می شوند. امید پروردگار، این نعمتی بزرگ است که خداوند به ما و شما داده. جوانا، برادرا، مصفیدای عزیز، بزرگای محترم، خواهرای گرامی، این بزرگترین نعمت است. اسلام نعمت، رسول الله نعمت، قرآن نعمت، رمضان نعمت، رحمت خدا نعمت، مغفرتش نعمت. این تمرین است، این نفس تمرین می شود.
میبینیم که تمام فتوحات و کامیابی هایی که در تاریخ اسلام ورق بزنیم تاریخ اسلام در رمضان رخ داده است. علت نیست امت وقتی که بالای شیطان و نفس و دشمن داخلی وقتی که غلبه حاصل کرد بالای دشمن خارجی هم غلبه حاصل میکند انشاءالله. دوستای نهایت عزیز، از این شبا استفاده شود، از این روزا استفاده شود. ماهی مواسات است، ماهی همکاری است، ماهی تعاون است، ماهی محبت است، ماهی دعا است، ماهی اخوت است، ماهی صبر است. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکند که آن قدر جواد بودند در رمضان مبارک، جود و کرمشان آنقدر اوج میگرفت مثل ابرهایی که باران را از یک طرف به دیگر طرف سوق میدهند. و در ماه مبارک از جمله جود و کرمشان همین بود که اسیرا را آزاد میساختند. اذا دخل رمضان اطلق کل اسیر، تمام بندی ها را آزاد میساختند و می فرما اعطا کل سائل، هر کسی که از پیشان چیزی میخواست، کمک میخواست، کمک میکردن. خداوند به ما این توفیق نصیب بکند و به حکام ما این توفیق نصیب بکند که تمام اسیرایی که به ناحق بندیستن دروازه زندان برویشان باز شود انشاءالله. دستای نهایت عزیز، از این شبا استفاده شود، از این روزا استفاده شود. دعا بکنیم، به خود دعا بکنیم، به ملت ما دعا بکنیم، به ملت مسلمان افغانستان، به امت اسلامی دعا بکنیم که امت اسلامی پراگنده است، امروز مورد تاخت و تاز دشمنان اسلام است امت در هر جا، تا اینکه یک بار دیگر خداوند قیادتی را زنده بسازد که امت اسلامی از این پراگندگی نجات پیدا کند. در هر جایی که دعا میکنیم که مسلمان ها در مقابل باطل میر از من پروردگار کامیاب داشته باشد، الهی امتی اسلامی را سربلند داشته باشد، الهی قوانین نجات بخش تا در زمین برای همه انسانیت پیاده بسازد، نه تنها مسلمان ها بلکه انسان بیچاره امروز به قانون تو ضرورت دارد، به دین تو ضرورت دارد، به شریعت تو ضرورت دارد. پروردگار علی بیشتر بشریت پریشان نساز، لطف و کرم فرما پروردگارا که در روشنی شریعت محمدی تمام اهل کره زمین زندگی بکنند و همگی به دور کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله جمع شوند. برادرای ما را در برما، خواهرای ما را در برما، در فلسطین، در تمام گوشه و کنار زمین، در سوریه، در هر جایی که در مقابل باطل در جنگ و جهاد هستند کامیاب داشته باشند. الهی به لطف و کرم و تمام روزه و نماز ناقص ما را به درگاه خود قبول بکن. الهی تقصیرات ما را معاف کن. از فضائل لیلت القدر نصیب ما بگردان. الهی جوانا امانت هستند پروردگارا. جوان افغان پروردگارا، با تمام جوان امت اسلامی پروردگارا خود تربیه بکن تا اینکه قیادتی آینده به دستشان باشد. الهی به لطف و کرم برادرانی که در کنر و در گوشه و کنار ولایت من پریشان هستند از این مصیبت خلاص شان بکن و مسئولینی ما پروردگارا توفیق ببخش تا اینکه متوجه حل این مشکل شوند. ما بین امت اسلامی وحدت و اخوت بیار. الهی دشمنان اسلام را سرنگون بساز، دشمنان افغانستان و دشمنان اسلام را دستشان قطع بکن. رب العزت تمام مریضها را شفای کامله و عاجله نفرد. رب العزت تمام برادران و قاهرانی که اولاد ندارن اولاد صالح برشان نصیب کن. رب العزت به لطف و کرم و تمام گناهای صغیره و کبیره ما را ببخش. الهی به برکت این روزی پرفیض از این مسجد و این احاطه هیچ زن و مرد را گناهگار بیرون نکن پروردگار. یا رب همه با امید تو جمع شدن، هیچ کس سقی و بدبخت پروردگار بیرون نکن. با برکت کسانی که دعاشان و عبادتشان قبول کرده ای، دعا و عبادت ما را قبول بکن پروردگارا. وحدت و اخوت و یک پارچگی و برادری را در افغانستان حاکم بساز. نفرت و نارامی را دور بکن پروردگارا. امنیت و صلح واقعی را در این کشور پیاده بساز. الهی عزیز ابی عبدالرحمن،
بلطف و کرمت که امروز طبق فرمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر روایت حضرت عثمان من بنا مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، الهی به این مرد صالح قصر در جنت بنا بکن که امروز این مسجد را نامی را نام نیکی را بجا گذاشت. خوشا به حالشان و خوشا به حال برادرانی که خدمت کردن در این مسجد. الهی به لطف و کرم پروردگارا هر کدام ما از خود مشکلی داریم، پریشانی هاییست، فقر است، بیچارگی است، قرض است. خداوند همه پریشانی ها و قرض و بیچارگی را دور بکن. خداوند الهی وطن ما را با امت اسلامی، افغانستان عزیزه، با امت اسلامی وحدت و یک پارچگی و قوت و ترقی برش نصیب بکن. خداوند عزیز بیشتر دستهای ما را به دروازه دشمنان دراز نگذار، به دروازه تو دستهای ما دراز باشه. خداوند ما را به دشمن محتاج نساز. آنچه گفته شد، آنچه شنیده شد به درگاه خود قبول بکن. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. چیزی که در اینجا برادرایی که از ناحیه اول یک مکتوبی آوردن دوستا که توجه کمتر در باره مساجد می شود در ناحیه اول، در این باره ما با شمول شما دوستا از تمام برادران اهل خیر خواهش ما نمیسته که به ناحیه اول و کابلی کهنه و اونجا مساجد اکثر در حالتی حتی انهیار و از هم پاشیست کمک بکنیم تا اینکه همان طوری که حدیث مرحوم صدقه جاریه را به جا گذاشتند مساجدمان معمر و آباد باشد، قلبهامان آباد باشد، وطن آباد شود، آبادیمان از آبادی دینمان است. هیچ چیز نیست که افغانستان غیر از دین آباد بسازد. دوستای عزیز در این باره توجه کنم میخواهم. خیر بعد از نماز با سوالی اگه باشه مرشد الساعي إذا
الأمر المطاع تتشرف المدينة مرحبا يا خيادة هاتي هدي الله هات يا نبي المعجزة ليس لله مكان ليس للعزة ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتى أنت ألمت قلوبا شفها Oh.
الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها أرسل الفجر ولفت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنا الطيبين.